دانیال جان سلام، سلام، خوب هستی؟ خوبی؟ مرسی. ممنون، سلامت باشی. حالا من سریع برم سراغ بحثا، خیلی دیگه زیاد صحبت نکنیم. قاسم، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و یه سلام نکته علیکم. که مواسم بهت بگم. سلامت باشی. یه نکته که مواسم میگم، شما الان کار خیلی خوبی میکنی، حالا میشین امید دانا و بقیه رو، این آقایون و این حضرات رو نقد میکنین، کار خوبیه. بعد اگه میشه، خب شما که 300 ایشون رو نقد میکنی، کانال های دیگر هم نقد کنی. مثلا یه چند تا کانال هست راجع به آتیست و مثلا چرا آتیست بودن کدومه؟ بگو احمقانه است و از این حرفا زیاد زدن، اینا رو بگو، بشین یه حالا کانال نقد به کنی. من بگو. کلیپاشون هم در دید. ببین، یکیشون من مسلمان هر تیویه، وقت مسلمان تیوی، مسلمان اور مسلم نه اون مسلمان تیوی، مسلم تیوی، انگلیسی هم بنویسی میاد. مسلمان تیوی. آها، پیدا کردم. مسلمان تیوی، بذار من الان ویدیو اینو نگاه کنم ببینم قابل نقد هستن یا نه. ببین، اکثر ویدیوهاش 2 ساعتیه. خب باش، آره. اونا رو نمیتونم نقل کنم. خب باش، میگردم دنبال. نه، ببین اونایی این که مثلا راجع چه به داده. آتیست ها بی خدا گفته فرد نخت، اونایی دیگه که درون دینی کار نداشته باشین بهتره. باش، یه کانال دیگه هم هست، من علم هستم، اون حالا یه تقلیدی از کانال زئوس اونم، ولی خب یه سری حرفای از هافکینگ و خیلی دیگه زده. اینا خب خیلیش من خودم جواب دارم، بی منطقی و ایناست، ولی خب من کانال ندارم دیگه، چیز میزنم. ولی شما دیگه کانالتون روش کرده و این حرفا، من البته خیلی کمک کردم دیگه، هر دفعه لایک و اینا، این ممنون خودتو نقد کن، اینا رو ممنون. بذار، من علم هستم. من علم، این من نوشتم نمیاد. من علم هستم به انگلیسی دارم نوشتم دیگه، به فارسی بنویسم انگلیسی. فارسی بنویس. من دارم این کانال رو سابسکرایب میکنم، اگه یه موقع دیدم که ویدیو خوب من اتفاقا اومد چیز خدمت میکنم. این دوستان ها. حالا شما تا انجام میدید، من خدمت همین دوستان هم گفتم، به اونجا پیام گذاشتم، کامنت گذاشتم، گفتم شما بیاین با این بی دینا و بی خدا صحبت کنید، شما هم سابسکرایب کنید، کانال هم اصلا برین، هم عکس کانال های زوس هم جفتتون روش. گذاشته. نه شبیهشه. آره ببین خب یه تقلیده دیگه، آخه ببین، پردیم یه مشکلی که اصطلاحا وجود داره، میشه. یه ببین دانیال جان، یه مشکلی که وجود داره اینه که تعداد بیننده های این کانال ها نسبت به امیدانا خیلی کمتره. کمه، من چون درست. امیدانا رو یه مشکل بزرگتری میبینم، برای همین وقت روی اونو ترجیح میدم. خب درست ببین میگی، مثلا درست. ویدیوها، برای همین درست. من اگه مثلا یک باید کانال مسلمانی موافقم. پیدا بکنی بگو باشه. یعنی یه نکته بذار من اگه وسط حرفت نباشه، یه نکته بگم. بله، اینا خیلی کانالشون حساب کم تعداد و این حرف شما درسته، ولی ویدیوهاش مثلا 2 دقیقه، یعنی همه اینایی که من بهت گفتم میتونی تو 1 ساعت همه رو نقد کنی. تو 1 ساعت باش، بچه هم خیلی سوالایی گفته که به حساب عوامانه است و به حساب اگه اینو جواب بدی خیلی چیزای دیگر هم جواب دادی. از این باش. بابت یعنی من دارم میگم، مثلا کانال آنتی شبهات هم هست، این هم اگه میخوای آنتی فارسی یا شبات کدوم؟ انگلیسی بزن. آنتی چجوری خودم سوال از کن؟ زئوس شنیدم، خودم اسمشو خیلی آنتی شبات، آنتی نمیدونم نیمت سپر... چی بگید؟ انتی شبهات. شبهات انگلیسی نوشتم. اوکی اوکی، پیدا کردم. اینکه 3 تا ویدیو بیشتر نداره. پس حالا اگه حساب چیز به درد بخوری تو اینا بود، راجع به همون بی خدایی و دین و این مسائل این چنینی، یک نگاهی بکن. فکر کنم همش رو هم نیم ساعت یه ساعت بیشتر طول نکشه. من خودم آخه جواب دارم، ولی من میخوام جوابی بدم. مثلا هیچ کانالی ندارم، هیچ فعالیتی هم نمیکنم، فایده ای نداره. بعد یکی این، یه نکته دیگه هم هستم خدمت شما بگم، یک بعدا بشین یک مقدار خودت راجع به خودت صحبت کن. البته خب صفحه ویکی‌پدیا داری، همه میتونن اونجا مراجعه کنن، راجعت بخونن، مثلا رشته چی بوده، تا چه مقطعی خوندی، تو چه دانشگاهایی خوندی، اینا رو یک توضیح بدی من حساب به صورت. دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، آره دانشگاه آره بریتیش کلمبیا زیست شناسی ونکوور، و مولکولی. دانشگاه آره و دانشگاه بریتیش کلمبیا ونکوور، و دانشگاه یو بی سی، یونیورسیتی اف بریتیش کلمبیا. این 3 تا دانشگاه رو بودم. من زیست اول داشتم میخوندم، بعد عوض کردم به فایننس و اقتصاد، و این مدرکم تو این هست.
آه چیزی بعد رو که من اقتصاد تو چه چیزی رو که وقتی؟ من من فایننس من فایننس ترجمه برای فارسیش نیست. اقتصاد ما اکونومیکس میشه. درسته، من تعجب کردم، دم اکونومیک میشه اقتصاد. نه، من فایننس خوندم و اکونومیکس. اکونومیکس ترجمهش میشه اقتصاد، ولی مدرک اصلیم تو فایننسه. فایننس هم میشه همون سرمایه گذاری. خب یعنی من کار من تحقیق بود و مثلا توی یک صنعتی و شرکت ها رو تحقیق کنیم و ارزش شرکت ها رو بیایم محاسبه بکنیم. برای همین چیزی که من تو فایننس بیشتر از همه یاد گرفتم این روش تحقیق بود، برای اینکه هر موقع مثلا شما بیاین یه شرکتی رو بخواید بیاین ارزشش رو اندازه بگیرید، چون توی یه صنعت جدیده باید بیاین خودتون رو اون صنعت جدید و همه اون دنیا رو یه دفعه باید برین دربارش مطالعه بکنین و یاد بگیرین. خب مثلا یه روز مثلا ممکنه یه شرکتی درست. رو دارین تحقیق میکنین که توی مخابرات، باید بیاین تمام اقتصاد و صنعت و تمام دنیای مخابرات رو بیاین برین مطالعه بکنین یاد بگیرین که بتونین ارزش این شرکت رو بیاین اندازه بگیرید، و یه روز دیگه میرین یه شرکت دیگه هست که کارش بایوتکنولوژیه، و یه دفعه از اول باید بری تمام اون دنیا رو یاد بگیری. این نظر چه یعنی چیزی رو که من بیشتر از همه توی فایننس بله یاد گرفتم این روش تحقیق و روش پیدا کردن آمار و چه میدونم محاسبه و این چیزا بود. بله بله متوجه شدم و اتفاقا روش تحقیقات هم دیدم به نظر من منطقی تر و علمی تر به نسبت خیلی جای دیگه، همین که مثلا ما اقتصاد رو مقایسه کنیم یا جی دی پی و خیلی چیزهای دیگه رو مقایسه کنیم و از آخر هم میگه باید دلار نمیدونم بین المللی رو حساب کنیم، چی حساب کنیم، تمام اینا رو حساب کنیم، بعدش هم میگه آخرش هم بعد یک کسی که اقتصاد دانه بیاد حساب صحبت کنه و این حرفا و اون شکرایی علمی و همه اینا رو، بله همه رو خوب رعایت کردی. فقط مثلا به صورت کلی حالا چون دوستمون کات میکنه توی کانال میذاره یک سوال کلی بپرسم که یکم اطلاعات راجع به داشته باشیم. بعد این مقطعش مثلا نگفت مثلا لیسانس فوق لیسانس مثلا ایناش هم یک توضیح بدی به من نظرم فقط بهتره. لیسانس گرفتم، فقط همون لیسانس آها گرفتم. لیسانس گرفت. من تا سال آخر لیسانس برای زیست رفتم، ولی همون سال آخر عوضش کردم به فایننس که الان تو لایو چت آریا و بقیه دارن میگن میشه امور مالی. من رو ویکی‌پدیا مگه نگاه کنم ببینم ترجمه‌ش هم میشه دانش مالی، میشه دانش مالی. آها آره من فقط همون لیسانس رو گرفتم، بالاتر از آه اون بعد نرفتم. چیز دیگه ای موند که من به حساب نپرسیده باشم راجع به این تحصیلاتت، بخوای بگی کاری آها مثلا من که داشتی چیزی. یه کاری که کرد بر از این تحصیلاتم، چیز دیگه که میتونم بگم اینه که من بعد از این که من تو دانشگاه یه دهه خیلی حدودا رشته رو موندم، خوندی؟ نه خیلی آره رشته نخونم، گفتی. درسای اختیاری زیاد، پول پدر مادرم رو حروم کردم برای اینکه اینا آره گفته بودی. منو فرستاده بودن دانشگاه که برم یه مدرکی بگیرم که بتونم کار بکنم، ولی من هم علاقه به دانشگاه زیاد داشتم، همین مقدار ترس از دنیای کار داشتم. میدونی آره جفتش باعث شد که بخوام تو درکتون هم. دانشگاه، جفتش باعث میشه که بخوام تو دانشگاه بمونم، و چقدر پدر مادر من حیوانی ها هزینه کردم به خاطر این علاقه من به خاطر تو دانشگاه موندن. آخه درسای اختیاری توی مثلا فلسفه، توی علوم مختلف که هیچ ربطی به مدرک من نداشت، همینجوری هی میگرفتم. کلی هم خرج کتابام بود. من نمیدونم پدر مادرم من موندم که چرا هیچ وقت به این موضوع اعتراض نکردم. یه ذره منو زیادی به من آره هر چی میخواستم به هم میدادم. متاسفانه این روش خوبی هم دیگه نیست. پدر و مادرها معمولا اره همینجوری هن، خیلی حساب فرزندانشون اونجوری دوست دارن، هدف زندگیشون اینجوری میدونن، ثمرهشون میدونن، دیگه خیلی به فرزندا گیر نمیدن، مگه اینکه حالا توی کار میکردی که سرنوشتت بد میشد شاید اونو بهت گیر میدادن، اونم به خاطر دلسوزی. آره نه خب راست ببین میگی. به حالا اونم گیر برای ندادم. به یه چیزی بگم، من این همه هزینه بفرما. کردم پدر و مادر من برای یک دهه دانشگاه. خب من یه سال رفتم بله کار کردم توی یه پرایوت اکویتی که حقوقش هم خیلی بالا بود. بعد از یک سال من انقدر حوصله‌ام سر رفت از این کار که من اصلا میگفتم امکان نداره من بتونم دوام بیارم تو این رشته، ول کردم همه، رفتم فول تایم شروع کردم روی همون جمهوری بی خدایان کار کردن. یعنی بعد از یک دهه پدر و مادر من پول دانشگاه من رو دادن که بتونم برم تو این رشته کار کنم، یک سال کار کردم بعد ولش کردم رفتم همین جمهوری بی خدایان. خب و
پدر مادر من هیچ اعتراضی نکردن، اصلا من باورم نمیشه، یعنی پدر مادر من زیادی به من زیادی خوبه، نه تنها اعتراض آره نکردن، مادر من، من اینم داستانم فکرم گفته بودم که مادر من رفت چیز دعا کرد، آره دعا کرد، رفت اصلا دخیل بس، امامزاده بود، آره رفت آره آره رفت یه چیزی هم نوی یه دعایی هم نوشت، دعا کرد که جمهوری بی خدایان موفق بشه، که خیلی هم من بهش گفته بخواد بشه آره گفته بودی همیشه، برای من خیلی شاله آره بودش. گفتم که آخه چجوری میشه تو بره به خدا دعا کنی که جمهوری بی خدایان موفق بشه، بعدم همیشه جواب اونم میشه گفتش اون تو دیگه نمیره. مادر نیستی، این چیزها رو نمیفهمی. آره درسته؟ درسته. من اونجا بودم، به این وحش شد. خب بعد چی ماستم بگم یه لحظه. راستی الان شغل چیه؟ همین جمهوری بی خدا یعنی همین برای درآمدی داره یا نه شغل دیگه ای داری؟ اگه دوست داری میتونی حالا من بخوایی راجب اینم بگی. اولش من تا یه مدت زیاد هیچی نداشت. من چرا لایف چت هم نمیتونم آن هایلایتش از بین رفت، الان دیگه نمیتونم هایلایتش از بین رفت. برایش خب یه لحظه لب کن. من تا کلی مدت از پول خودم میدادم که جمهوری بی خدایان رو نگه بالا نگه دارم. خب ببین، نه تنها از پول خودم دادم، بلکه نمیداد، چیزی جواب نمیداد. خب من فقط میخواستم اندازه کافی بتونه تولید بکنه که من به یه زندگی خیلی ساده داشته باشم، یه چیز مجللی نمیخواستم، ولی تا کل مدت این کار رو نمیتونست بکنه و من اول آره پول دیگه خودم رو اول پولایی که سیف کرده بودم و اول داشتم هزینهش میدادم، بعد خونم رو فروختم، خونه ای که پدر مادرم برای من خریده بود. خب یه خونه گرون توی ونکوور وسط داون تاون، خب یعنی نیم میلیون دلار کانادا، پنت هاوس. خب نیم میلیون دلار کانادا رو من فروختم برای اینکه بتونم جمهوری بی خدایان رو آب نگه دارم، خب که سقوط نکنه. و اینو همجوری خرج کردم، خرج کسایی که میتونستم بدم که کارا رو بکنن و همه چی ادامه پیدا بکنه. بعد به یه جایی رسید که به اندازه کافی خودش پول وجود تولید میکرد که من بتونم پول همه کسایی که کار میکنن رو بدم، یعنی همه کسایی که ادیت میکنن، همه کسایی که سوشال میدیا رو انجام میدن، ولی پول هزینه پول مثلا وبسایتمون رو، تمام سافت ورمون رو، تمام حسابداریمون رو، تمام وکیلا و برای همه اینا رو میتونستیم بدم، ولی هیچی برای من نداشت که من بتونم زندگی کنم. بعد دیگه ماشینم من فروختم. خب که با پول ماشینم هم یه چیز ماشینم هم یه چیزی بود که مادرم برام خریده بود، یه چیز بود، مینی کوپر بود، مینی کوپر اس یعنی سپورت، که اونم خیلی گرون بود، اونم 58000 دلار بود. اونم فروختم که بتونم یه مقدار دیگه اضافه زور بذارم ادامه بدم. بعد دیگه جای داشت میرسید که دیگه نمیتونستم، یعنی همه چیزی که داشته بودم داده بودم که این جمهوری خدایان قسمت انگلیسیش باقی بمونه. دیگه به جای رسیده بودم که دیگه از جیبم هیچ نداشته بدم که بذارم ادامه بله پیدا بله. کنه. بعد اتفاقی که افتاد این کلی ما رو نجات داد، این حمله هندوها به ما، یعنی دقیقا به جایی که رسیده بودیم که من دیگه هیچ نداشتم، هر چی رو داشته بودم داده بودم، همه چی رو داده بودم، تمام ثروتی رو که پدر مادر برای من جمع کرده بودن همه رو دادم رفت. و دیگه واقعا دیگه هیچ نداشتم که بدم. بعد این هندوها، من یک خدای کلی رو که کشیدم، یعنی ما کشیدیم و پخش کردیم، حمله‌ای که به ما شد باعث شد که پیترونیجمون از 100 تا برسه به حدود 400 تا در از یه مدت خیلی کم. خب یعنی ما بعد از 10 سال نتونست، بعد این باعث شد که به یه جایی برسیم که و کلی روش های دیگه هم پیدا شد که به ما از ما حمایت بشه، به خاطر اینکه تو هند ما رو کلی پیدا کردن، تو کشور دیگه ما رو پیدا کردن و یه دفعه به یه جایی رسیدیم که کاملا بیشتر از حتی اون چیزی که من لازم دارم هزینه های زندگیمو بتونم راحت بدم و به یه جای خیلی خوب رسیدیم. من رو یاد اون ضرب المثل انداخت، میگفتش که ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یاد این افتاده. البته خب این در حد ضرب المثل، میدونم تو خیلی برات مهم نیست. نه به این ضرب المثل اگه بی خدا خواهد، شیطان خواهد. نه نه
نه کلی بود، خدایی که ما رو نجات داد کلی بود. خب دیگه منم منظورم و خیلی همون بود جالبه دیگه، برای که این خدای دیگه منظورم. درسته درسته درسته، ولی جالب اینه که این چیزی که بالاخره ما رو نجات داد این حمله ای شد که به ما بود، میدونم چیه، یعنی کسایی که ما آره رو دیگه، میخواستن حذف آره بکنن ما رو به جای رسوندن که ما رو نجات پیدا کنیم. آره نه دیگه، دیگه منم اصغر اتفاقا میگه برای تمام، اصغر میگه تمام پولا رو خرج نقاشی ها کردی. نه اتفاقا نقاشی ها باعث میشه که، نقاشی ها باعث شده که ما بیپولی، از بیپولی نجات پیدا کنیم اصغر جان. آره اتفاقا اصلا به خاطر همین بود که گفتم این کانال های دیگر رو نقد کنید، چون اگه شما نقد کنی بعد اونا نقد کنن، خود به خود باعث رشد همدیگه میشیم، با اینکه 180 درجه با هم مخالفین. از این به بعد گفتم، چون دیگه خودت هم تجربه شو داری دیگه، بهتر از من میدونی. بعد سوال دیگه این که خیلی شبیه دورهمی شد، تا ببین حالا عاشق شدی؟ یه چیز دیگه بگم، اسخر میگه خونت رو خرج کانال کردی. اسخر جان ایسیس رپابلیک جمهوری بی خدایان فقط یه کانال نیست، ما هم تو آمریکا هم تو کانادا یه نان پروفیت هستیم. توی آمریکا ما یک 501c هستیم. خب این ما کل، یعنی این چیزی رو که شما دارین میبینیم، من میام روی بخش کانال فارسی رو صحبت میکنم، این کار تنها کار جمهوری بی خدایان نیست. ما پشت پرده مخصوصا تو بخش انگلیسیمون کلا یک تیم، یه تیم بین المللی داریم. ببخشید دانیل جان بگو. بله دوستان، اگه حالا بیشتر هم میخواییم بدونین، این صفحه ویکیپیدیا فارسیشون هست، میتونین نگاه بکنین. بعد از اون طرف تو همین کانال ATS Republic انگلیسی هستون هم نگاه بکنین، خیلی از اینا رو تو من جواب میدین. بعد هیچ دیگه واسم بگم، حالا بقیه چیز هم که یه مقدار شخصی تر بود، بعضی چیز خاصی هم نبود، رو گفتم حالا یکم راجع به زندگیت بگی که بهتر بشناسیمت، که خلاصه همه رو گفتی. بعد دیگه چی بود؟ آها همون سوالی که پرسیدم، عاشق شدی تا حالا؟ آخه مگه میشه من عاشق نشده باشم؟ آره من آره خیلی دیگه، صد سنی در صد. بله مگه اصلا مگه میشه من زندگی کسی کرده که مگه عاشق نشده، عاشق نشده باشه؟ ما هم عاشق شدیم، هم قلب کلیر رو شکوندیم، هم قلب ما رو شکوندن. بالاخره زندگی هست دیگه، نمیشه که نباشه. ای زندگی بی‌معرفت. خب بعد دیگه فکر نمی‌کنم گفتنی رو همه رو گفتم. آره سی درست چجوری بود تو دانشگاه؟ مثلا خیلی راحت همه رو مثلا پاس می‌گردی، خیلی درس خوب بودی، خیلی مثلا راحت نمره می‌گرفتی، یا نه اون سختی‌هاشو داشت مثلا بعضی‌ها رو گیر؟ حالا اگه اینا رو دوست داری بگی. دبستان خیلی بالا بودم، خیلی خوب بودم، طوری شد که اصلا برم تیسوشان، مدرسه شهید دستخیز شیراز بالا تیسوشان. خب دبیرستان آره خیلی دیگه، داغون بد شد به خاطر اینکه همون خودکشی که سعی کردم بکنم باعث شد که یه افت ای خیلی بابا، شدیدی بکنم از لحاظ درسی. ای چند وقت بعد رو ویلچر بودیم سی دیگه. آره، اصلا اعتماد به نفسم و همه چیم داغون، اصلا رفتم دنبال دین یه مدت به جای علم و این چیزا، یه مقدار آره خیلی یه مقدار نماز اون باعث بخونیم. افت شد. نیلوفر، ممنون نیلوفر جان. بعد آخرای دبیرستانم یه مقدار بهتر شدم. آره بذار دبیرستان بهتر شدم، بعد جوری شد که سالهای آخر خیلی بهتر شدم. نه راه ن... ببخشید دبستان عالی بودم، راهنمایی داغون شدم، دبیرستان اوایلش یه مقدار بد بودم، بعد آخراش خیلی طوری خوب، انقدر خوب بودم که دانشگاه تهران رفتم دیگه. معلومه که بالاخره آره دیگه، نتیجه کنکورم خیلی خوب بود، یعنی یه مقدار بعضی موقع بد بودم بعضی موقع خیلی خوب بودم. بعد دانشگاه اولش خیلی خوب انگیزه داشتم و خوب بودم، بعدش که دیگه تصمیم گرفتم که نمیخوام بمونم ایران، دیگه میدونستم که قراره برم کانادا، دیگه درسامو دیگه اون موقع جدی نگرفتم، بعد همه چی افتاد اون موقع. این انگلیسی رفتی اونجا اینقدر خوب شد، یا مثلا خیلی تمرین کردی؟ چون من برای انگلیسی خیلی تلاش می‌کنم، میدونی که اصلا شاید دیارا چون بین المللی مهمترین زبان شده، مرسی، حتی عربی ممنون هم الان نیلوفر نسبت به جان. فارسی خیلی، نه آره این عربی هم انگلیسیم نسبت به پدر فارسی. من انگلیسیم خب اصلا به خاطر رفتن به کانادا نبود، انگلیسیم قبل از اینکه برم کانادا همون شکلی بود که بعد رفتم کانادا، به خاطر اینکه من مادرم خیلی حساسیت داشت به اینکه ما انگلیسیمون خوب باشه، کلاس های آیلز و اینا میذاشت، کلی هم کلاس آیلز برامون گذاشت میذاشت، هم از همون بچگی بود کلاس های خصوصی انگلیسی تو خونه برامون میگرفت، اصلا کلاس خصوصی همه چی
ما از مدرسه که میمدیم خونه تا همیشه یه معلمی بود، یه معلم علوم زیستی خصوصی، معلم زبان، معلم همه چی. یکی این تاثیر خیلی زیاد آره داشت که انگلیسیم خوب بشه، یکی دیگه هم فیلم‌ها و کارتون‌های انگلیسی بود که خیلی ما نگاه میکردیم از بچگی، باعث شد که انگلیسیم همه فیلم‌ها رو با انگلیسی ما نگاه میکردیم. بدون و زیر نویس اخبارمون هم همجوری البته نه، ببین ما میرفتیم هم تجریش بود که میرفتیم سی دی ها رو از همین یه مغازه تو تجریش میخریدیم، فیلم نگاه میکردیم با زیرنویس بود. فارسی دیگه، بعدم زیرنویس بابا فارسی نگاه میکردیم. آره با زیرنویس فارسی بود همش. و آه یکی خب دیگه هم، آره یه چیز دیگه هم این که بود که از بعد از 11 سپتامبر هم که حمله ها شد که ما دیگه من یادم بابام همیشه بی بی سی نگاه میکرد، اخبار رو بی بی سی انگلیسی رو نگاه میکرد برای اخبارش. بعد از یه سنی هم دیگه ما شروع کردیم اخبار رو دنبال کردن به خاطر 11 سپتامبر. دیگه اخبار برای ما از همون بچگی مهم شد، دیگه میشستیم بغل دست بابا، من که میشستم بغل دست بابام که اخبار رو نگاه میکردم، اونم تاثیر زیادی داشت. یعنی اخبار رو با انگلیسی ما نگاه آمان. میکردیم رو بی بی سی، رو بله بله ماهواره. ممنون که وقت گذاشتی. الان کس دیگه هست منتظر باشه یا نه نه نفر آخری، ولی خب دیگه کسی هم نیست. واسه یه مقدار دیگه راجع به خودت و خانوادت صحبت کنم اگه مایل باشی و حوصله داشته باشی و وقت و خیلی چیزای دیگه رو داشته باشی، اگر نه که دیگه بدرود خانواده بگیم. من، آره نه درباره خانواده‌ام ترجیح میدم خیلی صحبت نکنم، برای اینکه خیلی به من یعنی یه مدت، مخصوصا این هندوها که ببین من همه هندوها رو نمیگم، فقط هر جور مکسیکو سلام امریکا رو میدونی، برم کرد. نه جوری که هر به جور من سلام. حمله شد رفتن دنبال خانواده‌ام هم رفتن دیگه، برای همین از اون به بعد دیگه به من گفتن که اگه میشه ما رو از این دنیا جدا کن. آها آره بعد خب آره دیگه، بس خیلی اون که هیچ بده. بلایی که سر ما آره آوردن این میدونم. هندوها، مسلمان ها نبردن، خیلی عجیب بود. آره خیلی خوب، آدم با البته همه وجدانی هندوها هستی، نه، هرچی هست که فقط میگی. من یه چیزی جدی هم بگم، یه ممکن چیزی هم بگم، من که به نه دیگه، هندوها تعمیم همشون جز به اهانت کل نشه. نمیدی. درسته آره آره برای درست. که نه 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 خیلی از کس، خیلی کسا از هند که بی خدا بودن، و حتی خیلی از کسایی از هند که خودشون هم حتی هندو بودن، اومدن از من طرفداری کردن، دفاع کردن، حمایت کردن. یعنی موقع هیچ وقت امیدوارم هیچ کسی همه هندوها رو به خاطر کسایی که افتادن اومدن دنبال من، لطفا هیچ کلیگویی قضاوت نکنید. خیلی کسا بودن بله از توی بله هند و حتی دیندارای هندی که اومدن از من اصلا معذرت خواهی میکردن، از من حمایت میکردن. من گفتم معذرت خواهی نباید شما بکنین، شما که نبودین اصلا. یعنی من تعداد کسایی که از هند به ما حمایت کردن بسیار زیاد بود. من یه موقع کسی فکر نکنه دارم همه هندوها رو یه جوری جلوه میدم. آفرین بهت که اینا رو گفتی. بله آدم با وجدان تو هر دین و کشور و حکومتی به حال هست. و اتفاقا اینا رو که گفتی یه چیزی یادم افتاد، این مسئله نژاد، و من به نظرم یک وقتی از کلمه نژاد استفاده می‌کنم یه مقدار مخالفت هم میگیره، چون خیلی علم ژنتیک رو دنبال کردم و خب مثلا پروفسورا و مثلا دکترایی که علم ژنتیک کار کردن، مثلا تو علم ژنتیک ما کلمه به اسم نژاد نداریم، اینکه بیایم بگیم نژاد عرب و نژاد فلان، و اصلا نژاد نیست که ما بخوایم بگیم، اصلا کلمه اشتباهی. درسته، بهتره ولی میگم تو علمای، ولی تو توی علم جامعه شناسی این کلمه رو داریم. درسته تو توی ببین تو علم زیست این کلمه رو داریم، ولی کلمه ریس جوری که استفاده میشه توی علم زیست برای همه انسان‌ها یک ریس حساب میشه. میدونی ازم چه؟ یعنی توی دنیای زیستی نژاد همه انسان ها یک نژادن، نژاد دیگه ای که بود همون نیاندرتال ها بودن که اونا رو داغون کرد، اونا رو کشتیم. درسته. یعنی نژاد نه اینا رو دیگه ای که، میدونم. بله بله آره خب، ولی معنیش نیست که کلمه نژاد ما درست استفاده نمی کنیم، برای اینکه کلمه نژاد تعریفش تو علمای جامعه شناسی با تعریف نژاد تو علم زیست شناسی فرق داره. اینکه مثلا بیایم بگیم که این کلمه رو دارین غیر علمی استفاده میکنین چون نژاد تعریفش تو زیستینه، خب این که معنیش نیست که چون تو، یعنی خب بله تعریفش فرق داره دیگه. ما وقتی داریم کلمه نژاد استفاده میکنیم اون روشی داریم استفاده میکنیم که تو علمای جامعه شناسی ازش استفاده میشه. این نظرم چه؟ نه تو علم زیست. دانیل هستی؟ رفتی؟
نیلوفر این حرف رو نزن، این حرفت خیلی زشته، چیزی که داری میگی تو لایف چت نیلوفر واقعا حیف نگو، این حرفت خیلی زبده نیلوفر، لطفا اینجوری صحبت نکن خواهش. خب دانیل صدا تو من ندارم دیگه، خوبم هست اینجا برام، قاسم هستی؟ آره صداشو ندارم منم. رو قد شد اینترنتش. خب خوب شد همه جواب شد دیگه دادیم. آره هم تو به نجات نجات از اتنیسیتی استفاده میکنن توی کلمات چیزای بعضی از تکست ها، خیلی ریس نه نجات میشه ریس، اتنیسیتی میشه یه چیز دیگه فکر کنم، اتنیسیتی میشه قومیت، قومیت جمعیت شناسی هم چیزایی دیگه. آره اتنیسیتی میشه، ببین یک چیزی اگه ما کلمه نژاد اگه داریم استفاده میکنیم گفتم دانیال سلام، ما دیگه بریم دیگه دانیال دیگه طول کش. آره من حالا بعدا جوابی که دادی میرم گوش میکنم. آره دیگه افتادم بیرون و خسته نباشی، واقعا کارت کار سختیه، من خودم امتحان کردم که میگم 3 ساعت بشینی صحبت کنی. مرسی دانیال، بازم قاعد شدی. آها باشه باشه، ممنون از ممنون از 3 ساعت و نیم. آره 3 ساعت برای قاعد میشه 4 ساعت صحبت کردم، واقعا کار سخت اگه میشه. و ممنون از اینکه وقت گذاشتی و شما رو نگفتن. ممنون فعلا دانیال جان. خب قاسم ما حرفای حرف آخر ما خیلی نذاشتیم اصلا تو صحبت کنی، خیلی نه من از سوء استفاده میکنم. اختیار داری آقا، این فقط کانال آنتی شبهاتی که بچه ها گفتن خیلی خوبه، خوراک خودته، یعنی پر از ویدئو. آنتی شبهات فارسی بمیز، آنتی شبهات نوشتم، این کانالی اومده که فقط 264 246 تا ها پیدا کرده، ویدئوهاش خیلی زیاده. آها اون یک کانال دیگه بود، خیلی خوب من سابسکرایب میکنم. ببین این در ویوهاش مثلا 33 تا 36 تا ویو، 25 تا ویو، 75 تا ویو، واقعا این ارزشه؟ چرا بالاخره ویو تعداد ویو نشون میده که چقدر این تحت این در این عقاید داره تاثیر میذاره. امیدوارم خیلی تاثیرگذاریش مهم نیست، حرف مهمه. نه بالاخره ما مگه بیکاریم که با عقایدی بجنگیم که یعنی بالاخره ما باید از عقایدی که همه جا هست تو این کانال اینقدر ویو دیده داره، معنیش نیست که جای دیگه ویو نداره. معمولا هم حرفاش مشترکه، یعنی کسی که اینجوری کانال های محارف. یک چیزی هم بود دیده بودم، من یکی از این کانال ها زده بود لینکش رو یوتیوب گذاشته بود که یک مناظری مثل گذاشته بود، نوشته بود که آتیست ها نمیدونم همه ساکت شدن و فلان، آتیست های معروف جهان عکسشون رو گذاشته بود، عکس ریچارد داکینز رو گذاشته بود با استیون هاکینز و عکس تو رو گذاشته بود، ستاره گذاشته بود کنار هم دیگه. آره نوشته بود که مثلا آتیست ها رو نمیدونم ساکت کردیم و تو این ماجا کلا جالبه، یعنی خود حوصله میخواد ولی به عنوان فان اگه نگاه کنی جالبه. باش باش اگه بفرستی برامون یکی ویدیو رو همون رو نقد میکنیم، همون ویدیو رو داری دیگه. باش باش من یه دونه میذارم و همون چیزه میذارم. باش 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 میرم میگم چشم 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 سعی میکنم.